حمید نوری امروز 15 ژوئن آزاد شد و به مسقط منتقل شده برای مبادله با گروگان‌های سوئدی که یکی از اونها آقای یوهان فلودروس هست. معلوم نیست که به غیر از ایشون چه کسی یا کسانی آزاد خواهند شد. برای اولین بار روز 30 ماه می امسال وزارت دادگستری سوئد اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد و تاکید کرد که لایحه‌ای رو دولت به مجلس فرستاده مبنی بر این که زندانیان دو طرف آزاد بشن تا دوران محکومیت خودشون رو در کشورشون بگذرونن. با این پوشش دولت سوئد به دنبال آزادی حمید نوری بود دولت و همچنین پس گرفتن گروگان‌هاشون، اما قرار بود که جولای سال آینده این اتفاق بیفته. ما نمیدونیم در دو هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاده که منجر به آزادی سریع حمید نوری شده. البته جنبش دادخواهی به همه خواسته های خودش در جریان دادگاه حمید نوری دست پیدا کرد. ما تونستیم یک غیر ممکن رو ممکن کنیم. برای اولین بار جنایات رژیم اسلامی در سطح بین‌المللی مطرح شد. همه دنیا متوجه اونچه که در زندان‌های دهه 60 و به خصوص در کشتار 67 صورت گرفته قرار گرفت و این پیروزی بزرگی بود. یک غیر ممکن ممکن شد. ما برخلاف جریان آب حرکت کردیم. ما برخلاف منافع دولت سوئد حرکت کردیم و از ابتدا می‌دونستیم که با چه مشکلاتی روبرو هستیم و چه سد و مانع‌هایی رو بایستی ما ازش عبور کنیم و عملاً ما تونستیم که برای حمید نوری رو و یکی از جنایتکاران علیه بشریت و جنایت جنگی رو برای اولین بار در حالی که دولت مطبوع او در قدرت هست و همچنان به جنایت ادامه میدن او رو به پای میز محاکمه بیاریم و حکم ابد بگیره و دنیا بدونه که چه اتفاقی افتاده. و این رو باید توجه داشته باشیم که دولت جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال آزادی حمید نوری بود ولی موفقیتی کسب نکردن. اونها خواستار جلوگیری از تشکیل دادگاه حمید نوری بودند. در وهله بعد اونها خواهان تبرئه حمید نوری از اتهامات بودند. علی حمید نوری به حبس ابد محکوم شد. اونها دوباره به دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی رفتند. باید توجه داشته باشیم که دولت جمهوری اسلامی بعد از دادگاه بدوی میتونست همین معامله رو با دولت سوئد بکنه، اما نکردن و دادگاه تجدید نظر رفتن. باز هم میتونستن این کار رو بکنن اما نکردن و به دادگاه عالی رفتن. چرا؟ برای اینکه پرونده حمید نوری یک پرونده بازه، برای اینکه پرونده جنایت علیه بشریت، پرونده علیه جنایت جنگیه و عملا شرکای حمید نوری در قدرت به سر میبرن و اونها هر کجای دنیا که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو به رسمیت بشناسن سفر کنن میتونن دستگیر بشن و به سوئد منتقل بشن. این رو باید توجه داشته باشیم که پرونده حمید نوری با همه پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی بر سر اون معامله کرده متفاوته، برای اینکه این پرونده همچنان بازه و ما همچنان میتونیم به دستگیری دیگر عواملی که در جریان کشتار دهه 60 و به خصوص 67 اسمشون اومده ما میتونیم اقدام بکنیم.